شرایط اردو رو بگو. بالاخره نزدیک میشیم هر روز به جام جهانی. والا اردو که اردو خوبی، حالا تایم کمی هم که تو جام جهانی مونده با نفراتی که داخل ایرانن اردو شروع شده و داریم تمرینات خوبی از نظر کادر فنی پیگیری میکنیم تا لژیونرها هم اضافه شن به تیم و بتونیم یه تیم خوب راهی مسابقات کنیم. آقای کیروش شانس مجددی به من داد. من تمام تلاشم میکنم که نظر ایشون رو جلب کنم، یعنی نه من، همه بازیکنان که هستن تمام تلاششون رو میکنن، چون مهمترین رویداد فکر میکنم فوتبالیه و همه شانس دارن. آقای کیروش همه رو نگاه میکنه و همه تمام تلاششون رو میکنن که ایشالا مسافر جام جهانی باشم. حالا تجربه خیلی خوبیه، کنار بازیکنان بزرگ کار کردم و کنار آقای کیروش کار کردم. خب این افتخار تو جوانی تو سنی کم نصیب من شده. ایشالا که همه تلاشمو انجام میدم که بتونم یه کمک کوچیکی به عنوان یک بازیکن تیم ملی ایران به تیم ملی کشورم داده باشم. برنامه فشرده ایدم برای آنالیز تیمای حریف انگلیس، ولز و آمریکا و قطعا میدونم که آنالیز خوبی کردم و نکاتی به ما گوشزد میکنن. اسمن حالا تیمایی که الان تو گروه هستن نسبت به جام جهانی قبلی خیلی بگن آسان‌تره، ولی اینطوری نیست. قطعا تیمایی که تو گروه هستن تیمایی هستن که قوی و انگلیس شانس قهرمانی داره و فکر میکنم باید خوشبین باشیم. قطعا تمام تلاشمون رو میکنیم که نتیجه خیلی بهتری نسبت به جام جهانی قبلی بگیریم، ولی گروه واقعا گروه سختیه و کار خیلی کار بزرگیه، ولی نسبت به جام جهانی قبلی ما نتیجه گرفتیم، سعی میکنیم اینو ارتقا بدیم. ولی میگم شاید اسمن یه سری این گروه رو راحت تر بدونه، ولی نه اینطوری نیستش. قطعا شما سه تا تیم دیگر رو میشناسید و میدونید که کار سختیه، ولی بچهای تیم ملی کادر فنی تمام تلاششون رو میکنن که بتونیم موفق باشیم. تیم گروه سامان تو جام جهانی این تجربه رو داریم که یه مدافع کم سن و سال بیاد یهو فیکس تیم ملی بشه. خودت چقدر امید داری به این اتفاق که بتونی تو تیم ملی بازی کنی تو جام جهانی؟ خب من همه تلاشمو میکنم. از اولین اردویی که شروع شد همه تلاش و فکرمو گذاشتم که بتونم بهترین عمل کرد و تو تمرینات و تو بازی‌های لیگ داشته باشم دیگه. بقیه چیزا به بستگی به نظر کادر فنی داره. ان شاءالله که بتونم یکی از بازیکن‌های راه رفته به تیم جام جهانی باشم.